آدرس فراوان من اومدم. خب برای بچ من اومدم، قربون همگی قربون همگی. خب من الان چند سال تو این دنیای مجازی هستم دیگه، یوتیوب، تلگرام که کانالشو دارم، این اینستاگرام هم که تپ و تپ میزنن و دوباره میام و فلان. تو دایره طرف اومده من اینجوری میخونه فلان فلان شاه و فلان فلان فرح و فلان فلان شاه و میگم چرا چی شده؟ تو با دین اسلام چی کار داری؟ چه ربطی داره؟ من دارم میگم بفهم، نه به من پول میدن، دوست نداری از برنامه من برو بیرون، نه به من چیزی میدن. تو چیزی خواستم تا حال از شما بابت این صحبتام چیزی خواستم از شما؟ شماره حسابی دادم به شما؟ تو داری بگی آخون بیزاری؟ منم میگم علت اینه که آخون بره اینه. مثلا خدا الله مدینه، اون اللهی که میپرستید مسلمان، خدا الله دیگه. نماز میخونی چرا باید عربی باهاش صحبت کنی؟ مگه عربه؟ فقط چیز خدا الله مگه فقط برای عرباست؟ یعنی برای توی ترک نیست، برای توی بلوچ نیست، برای توی فارسی زبان نیست، برای توی کرد نیست. الله فقط با عربی میفهمه یعنی؟ نه الان من پشت خوار مادر بدم به خدا نمیفهمه، فقط عربی میفهمه دیگه. ها؟ بس من الان پشت خوار مادر فارسی میدم به خدا نمیفهمه دیگه. خب دیگه غیر اینه بفهم اینو. خب روزی چقدر آدم میمیرن؟ روزی چقدر آدم میمیرن؟ یکیشم من، مثلا الان که کرونا اومده از چی باید بترسم؟ مهریه دیگه. حتی حال بیام چرا خفه خون بگیرم؟ باید بیام حرفامو بزنم دیگه. علت بدبختی ما، علت من اینم. دوست داری بیا تو لایوم، دوست نداری نیا. اگه حرفای من جمهوری اسلامی رو تکون نمیده، خود چرا الان اومده نوشته تحت تعقیب اینترپول هستی؟ خود چرا تحت تعقیب من؟ مگه من عددی هم برای شما؟ اگه من عددی نیستم برای شما، الان دیدی نوشته رو تحت تعقیب نمیدم اینترپول هستی شما. خب اگه من روانی هم، اگه من مرتاد، یه بار میگید روانی، یه بار میگید مرتادید، یه بار میگید الکلی، یه بار میگید کسخولی، بچه رو تحت تعقیبم، بچه رو میخواید بکشید منو، بچه رو پیجامو میزنید، و کدوم حرفتون رو من قبول کنم؟ خب الله فقط عربی بلده، یعنی فارسی بلد نی؟ یعنی تو الان فارسی نماز بخونی قبول نیست؟ فقط عربی میفهمه خدا؟ الله مدینه؟ تا حالا به این قضیه فکر کردید؟ داره میگه خاک تربت کرد، بابا همه مردن، محمد پیغمبر اسلام مرد، عیسی مسیح مرد، شاه مرد، خیلی کسا مردن، آخرش مرگه دیگه. مرگ چه ترسی دارید؟ مرگه. میترسی انکر منکر بیاد اونجا، بعد انکر منکر جوابو دادی، فشار قلب بیاد رودات بتره، که بعد اون دوباره مرحله بعدی قبول نشد، این دنیا گناه که خلاص این مرحله ها رو باید رد کنی دیگه. نه من این سای اسلام رو قبول ندارم. و یه حالا میاد میگه فلان فلان تو مایدم، فلان فلان چیزا شاه و فلان فلان فرح و فر. بابا من دارم میگم عامل بدبختی ما اینه، بفهم. تو مایی دوست نداری آخون بره، علتش اینه. نمیفهمه که نه. خب مغلطه میخونن چرا دونستن؟ و هر چیزی هم الان من این حرف زدم، خدا ده دقیقه تو دایرک آلاش با خدا هم مشکل داری، تو خدا رو هم قبول نداری، چرا بی احترامی میکنی؟ چرا داری توهین میکنی؟ اینم مسلمان ها اینم نمیخواد قبول کنم. من میگم بابا خدا ما فقط برای عربا هست، این حرف بی احترامیه، این قبول نمیکنن. خاک تربت کربلا الان مثلا از زمان جنگ امام حسین 1400 سال داره میگذره، یعنی خاک تولید نشده، همون خاک امام حسین مونده، یعنی بعد اون خاکی گرد و خاکی چیزی نشده، خاک تولید نشده. اما هزار... یعنی مثلا امام حسین توی الان اتریش بود،
مثلا میگفتن خاک تربت اتریش یا خاک تربت آلمان. اصلا مسلمون دروغ نگفت شک کن، اصلا مسلمون رو خواستی بشناسی از دروغ گفتنش بشناس. ما هر چی اومدیم بگیم توهین توهین، بی احترامی توهین، بی احترامی توهین، هر چی اومدیم بگیم بی احترامی توهین. ای بابا ایران که نیستن بگیری شلوار من از بگیری سرمو ببری بگیری منو بکشی. اومدم اینجا انجام آزادی بیانه. من تا حالا بهتون شماره حساب دادم، گفتم پول بزنید بابت این صحبت تمام، یه چیزی خواستم ازتون. آقا دوست داری سیکتیر برو نیا تو لایو من. آقا من همینم، من عامل بدبختی رو فهمیدم. طرف میاد به تو هیچی بارت نی، بعد یکم پیگیر من دو شب لایو میذارم هست، سه شب چی لایو میذارم هست. خب بی ناموس، اگه حرفای من به درد تو نمیخوره تو واسه تو لایو من چی کار میکنی؟ ها؟ چرا پیگیر منی؟ رابط کن مجید دارم میام. اینجور آدم ها رو ما داریم. آره خاک تربت قذری. هر چی ما اومدیم بگیم بلاش پایین نکن. یارو این کار با حضرت عبدالفضل رفته عرق خورده، سینما رفته، پول دستی گرفته، یا با هم دیگه دختر بازی کردن، یا جنده بلند کردن. هرچی آخوندا گفتن، ایمن از آخوند بدش میاد، ولی آخوند از ابوالفضل امام حسین حرف میزنه میگه چه شما آخوند. به خدا دارم میگم بدبختی را ما داریم. اینه بدبختی ما، اینه 90% از آخوند بدش میاد، ولی آخوند وقتی از امام حسین صحبت میکنه، از ابوالفضل صحبت میکنه، همه اینجوری گریه هم میکنن. همون آخونده، آخوندم همینو میخواد دیگه، آخوندم همینو میخواد. بس حرف بس نگو این آخونده کی میرم. هر موقع تو کلت خورد به سنگ، هر موقع تو فهمیدی که، هر موقع فهمیدی که چی این چیزها رو فهمیدی، تعصب مملکت خودت رو کشیدی، تعصب خاک وطنت کشیدی، آخوندم میره. آقا خداییش الان الله مدینه، مگه خدای نمیگید کل مسلمان ها هم هست؟ همه مسلمان عرب هم؟ مسلمان ترک داریم، فارس داریم، کرد داریم، حتی ما عربی باید صحبت کنیم، یعنی کردی صحبت کنی نمیفهمه، ترکی صحبت کنی الله نمیفهمه، فارسی صحبت کنی نمیفهمه، نماز فقط باید عربی بخونی. همین گوشت خوک، گوشت خوک حرومه، نجسه. چرا نجسه؟ چرا حرومه؟ فضلشو میخوره. شما الان تو شهرستان اونا که مرغ و خروس دارن یا گاو و گوسفند دارن ول میکنن تو صحرا دیگه، دنبال گوسفندن ببینن چی میخوره، حلال میخوره یا حرام میخوره، یا دنبال مرغ و خروسشونن که چی نخوره چی نخوره. الان تا انم بذاری جلوی مرغ و خروس میخوره دیگه، و هم گوشتشو به هم داری میخوری، هوا یا تخم میکنه میخوری، اون حرام نی. خوک به خاطر اینکه فضلشو میخوره میگن حرومه. خب فضل میخوره مگه گوشت تولید نمیکنه؟ ان تولید میکنه مگه؟ گوشت داره دیگه. مثلا تو خودت ان بذارن یکی ان بخوره، ان میرینه دیگه، دیگه گوشتش انه نمیشه که. الان من اومدم اینجا تازه من تو ایران که نیده بودم بخورم، من که تو کنه این حرفا نمیم، ولی خب بالاخره یه چندشی بود که حرومه، حرومه مشروبم حرومه دیگه. چرا همه تون بخورید؟ چرا همه تون بخورید؟ میشه بگید مشروب که همه مسلمان هم خوردن، شاید ایرانو میگم ایرانو، شاید یه 10-15% اون قدیمی ها نخوردن، یا مثلا خانوم ها نخوردن، ولی 70% عرقو خوردن. بس مسلمان نیستیم دیگه، نجسیم طبق قرآن، طبق محمد. ولی آخون میاد بالای منبر میگه امام حسین ابوالفضل میدونم، میشینه یارو 3 ساعت هم میزنه تو کله، 6 ساعت هم گریه میکنه، کاری هم نداره. ولی میاد این ور بیده آموس این آخونده او خود توسکل کردی چی داری میگی؟ اینه داستان. هنوزم که هنوزت اینجوریه. بعد میان میگن آقا اینجوریه اونجوریه. با من اومدم 6 سال دارم با اینا زندگی میکنم، با این مسیحی ها
نه یه دروغ شنیدم از اینا، نه دزدی دیدم از اینا، نه نجات پرستی. آی بیان بگن اه تو کدوم کشور، دین تو چیه چیه، مسلمان تو نجسی انجیسا ندارن اینا. اون مسلمون با همه چی کار داره، تو نجسی، تو مسیحی، تو کافری، تو خوک خوردی نجسی، تو بیغیرتی، زن تو بدون روسری میاد برون، مسلمان با همه چی کار دارن دیگه. ولی اینا نه، اینا اینجوری نیستن، اینا اینجوری نیستن، چون مسلمون نیستن. مسیحی واقعا من از چشم بعدی دیدم، اینا نیدم، دمشون هم گرم. تو الان برو جلوی مسجد توی ایران بگو آقا من میخوام عروسی کنم، وام میخوام، مگه همینجوری به تو میدن؟ باید 6 سال عضو بسیج شده باشی، 6 سال خایمالی باید کرده باشی، نمیدونم ریش بذاری، آی نمیدونم 100 بار تو ایسپازرسی هاشون شرکت کرده باشی، 5 سال 6 سال خایمالی کرده باشی تا بری اونجا وام بسیج به تعلق بگیره مسجد. ولی اینجا من الان برم تو کلیسا اینجا بگم کمکم کنید، خدا وکیلی همه چی بهم میدن، چون کاری هم ندارم، دینه چی بوده، الکی مسیحی شدی، هر چی هستی، اینه داستان. ولی توی مملکت ما نه اینجا نیست، مسجد به کسایی سرویس میده بسیجی باشی، خایمالی بلد باشی، آدم فروش باشی، با اونا تعلق میگیره. بسیجی الان کل بسیجی ها سپاهی ها ایران واسه خودشون میدونن، فقط برای اوناست. هر کی هم قبول نداره میگم برید بیرون. بعد منم نمونش، من اومدم اینجا صحبت هم میکنم، پلیس انترپول دنبالته، سرتو بگیریم میبرو. بابا یه بار سر کیلام خاطر اسلام دادم، گردنتو میزنیم، تهدید میکنیم، فلان میکنیم، اینجور حرفا. ولی اینجا اینجوری نیست. به ما میگوتن اینا نجسن، کافرم، به خدا خیلی آدم های درستی هم، خیلی هم مسلمان ها درست دارم، مسلمان ایران رو دارم بیم، خیلی همشون دوز توی ایران. مردم هم که خود میدونید دیگه، 70-80 میلیون آدم بلند میشن سر هم دیگه شیره به مالان تا شب بشه یه لقمه نون ببرن. خود کسکش آخونده این بلا رو سر مردم رو دارم. مردم من گلهی ندارم، من جلوی من این آخونده هست. یه سری میاد اصلا یه سری میگه من دارم میگم اله بله اعدام نکنید باباش، ناموس تو بکنن. چه ربطی داره چرا ناموس من داری مایه میذاری؟ یارو الان بیاد میگه من از دین اسلام اومدم بیرون به هزار یک دلیل حکم اعدامشو میدید، چه ربطی داره؟ چه ربطی به ناموس داره؟ به تجاوز چه ربطی داره؟ به یارو میگم آقا زن چرا باید تو اسلام عذاب باید بکشه؟ چرا باید روسری داشت؟ چرا حجاب؟ زن این گل میمونه فلان، اگه برداره تب بچه من تحریک نمیشم اینجا، یعنی اگه روسریش برداشت روشه خرابه، زن بخواد اینجا آزادانه زندگی کنه نفس بکشه مثل من، تابستون شورتک میپوشم رکابی لخ را میرم توی دریاچه فلان، زنم اینه منه دیگه، اونم آدمه دیگه، اونم میخواد از لذت ببره، چرا برای من باشه برای زن نباشه؟ چرا؟ یعنی شو بی غیرت؟ من خودم برم اشغال کنم، مشروب بخورم، شیرجه بزنم، تو پشتک بزنم؟ آخه مسلمان هم اومدن اینجا همشون زاغ کسوکونه اینو اونو میزنن، ولی نامسای خودشون انداختن تو گونی اینجور بستن قایم هم کردن، یعنی کله قند نگاه هم نکنه کسی بهشون. ما منطقی هم صحبت کردیم، گفتن تو این داری میکنی حرف حق هم زد، شما میگی منطق، ما هر حرفی زدیم این مسلمان ها داداش توهین داری میکنی دیگه داداش، تو یکی بار هم که شده قرآن به فارسی بخونی چرا نمیخونی؟ برو ببین چی نوشته توش. سربریدن، یارو فقط گذاشته توی تاخته خونه پرش، خیلی یه بوس کنه یه قسم. قرآن تو ایران خونه های ایرانی فقط برای قسم به کار میبره، 70% تو دادسرا به این قرآن قسم، های به این قرآن قسم من بود. این هم خاک خورده، هیچ هم فارسیشو نخونده. بابا توی قرآن نوشته حکت دین اسلام بیاد بیرون مرتده. مرتد یعنی ببین، یعنی من خونم حلاله،
گردنش رو بزنه. بعد بابا شیعه هم ما میگیم 400 500 سال پیش اومده، خود حضرت محمد سنی بوده، حضرت علی سنی بوده، این آخونده اسکلتون کردن، همه سنی بود، اساسی به عنوان شیعه نبوده، شیعه رافضی نبوده، اینا رو قبول نمیکنن. بعد میگم آقا اینا همه با هم فامیل بودن، شیعه ابوالفضل امام حسین تقی نقی، بازم قبول نمیکنن. دعوای طایفه ای بوده دیگه، به ما چه ربطی داره؟ شعبهش به ما نمیخوره. یه بار شده برو فارسی قرآن رو بخون ناموسا، یه بار فانوسا برو بخون ببین چیا نوشته. کامل ترین دین. آره یعنی همه دینا تو کونه اینا بی احترامی نیست، اینا مثلا هر چی تو قرآن نوشته مقدسه، کلام اللهه. الله یکی رو فرستاده محمد، محمدم اون به خدا به الله، به الله به محمد گفت، محمدم نوشته، همه هم باید همون پیروی کنن. هنوز هم که هنوز به دستور قرآن دارن سر میبرن، دست قطع میکنن، شلاق میزنن. این شد کتاب مقدس، این شد کامل ترین دین. ندید این شد کامل ترین دین. چی بگم؟ با آدم یه بار به دنیا میاد، یه بار عادی صادق بود، یه بار به دنیا اومد، یه ساعت دیگه بمیره، فردا بمیره، مرگه دیگه. این همه روزی یه میلیون شاید بیشتر نمیدونم چقدر تو یه میلیون 500 هزار دارم میمیرن. زد چطوری؟ من امروش بیاید بکشید. چی دارم مثلا؟ به مال و منالم بنازم، به مای نکشید 6 تا خونه تهران خریدم، یا مثلا 6 تا مغازه تو، یا مثلا 500 هزار یورو پول زم کردم منو نکشید. اونایی که منو میشناسن، یه نمونه سعید کشاورز، بچه های ارتش این ایالتی که من چی دارم؟ من زرعی باشم تک و دو کنم پول مشروبمو پیدا کنم. چی دارم؟ مثلا دلمو به این اتریش خوش کردم، اینجا ما اینم قشنگیاش برای من زندونه، به درد من نمیخوره که، من مملکتمو میخوام. آدمای خوبی هستن، مشتی هستن، دمشون گرم، به ما جا دادن، جون ما رو تضمین کردن، امنیت جانی داریم اینجا. مشتی هم هستن، مسیحی ها خیلی آدمای خوبی هستن، خودم هم دینشون رو قبول دارم، میبوسم میزنم تو چشم. چرا؟ چون محبت دیدم ازشون، خارکست بازی ندیدم، عشق دیدم ازشون، ولی از اسلام اعدام دیدم، شلاق دیدم، سنگسار دیدم. طرف بیاد میگه نه خب آخوندهای ایران اونجوری هنده، همه جا اونجوری نیه، همه جا همینه. تو خواهی داری تو هر کشور اسلامی برو مثل من صحبت کن، تیکه تیکت میکنن. عربستان باشه، ایران باشه، افغانستان باشه، پاکستان باشه، چچن باشه، هر جای کشور اسلامی همینجوری مثل من صحبت کنی، ایرادای قرآن در بیاری، تیکه تیکت میکنن. قرآن قبول نشه باشه، تیکه تیکت میکنن. محمد قبول نشه باشه، تیکه تیکت میکنن. الله قبول نشه باشه، تیکه تیکت. نه گفته چرا میان میگن تو جلوی یه مسلمون بگو آقا ازم قرآنی نمینه، به خدا که سرتو میبره، به خدا که حالا مونده به جاش. اگه اروپا باشه نه، تهدیدت میکنه، یا بهت میده مرتد، یا بهت میگه کافر، یه انگی بهت میچسبونه. آقا مشتی هستید، امیدوارم یه روز سرتون به سنگ بخوره. من هادی صادق بگی، بچه جنوب غرب تهران، بچه کوچه خیابونم، بچه کف خیابونم، اونا که من میخوام بشناسم میشناسم، بچه پیغمبر چه چیزی هم نبودم، باز کلک باز بودم، ولی بدبختی مردم رو دیدم، نمیتونم بی تفاوت رد شم. من تا رگ دارم، تا نفس دارم با این آخون مبارزه میکنم. مبارزه با آخوندم راهش اینه که با اسلام مبارزه کنی، چون آخون داره کور خودش رو پاره میکنه که اسلام بمونه دیگه. منم میام با اسلام مبارزه میکنم، چون شما که نمیتونید، سلاح دست اونا سوار دارن میکشن، نمیتونید آقا، نمیتونید. باز من که آقا به قول شما فرار کردم، به قول بسیجی اومدم اینجا، حتی بز حرفمو بزنم، من اینجوری دین خودم دارم ادا میکنم، من همینجوری با آخون دارم مبارزه میکنم، با آخون، آخون کشور منو گرفته، منم با آخون دارم مبارزه میکنم. من با شما مردم کاری ندارم، من با اعتقاد شما کاری ندارم، من با اعتقاد آخون کار دارم. خودتون رو به آخون نچسبونید، شما اصلا هیچ ربطی به آخون ندارید، این آخوندا گول زدن، من با شما هیچ کاری ندارم. نیاد هی بگید توهین نکن، توهین نکن، اینا رو آخون، من فقط با آخون کار دارم، تموم شده دارم. هر چی آخون داره، هر چی، هر وقت آخون رفت منم میکشم کنار. بس خودتون رو نیاد نچسبونید به آخوندا، هیچ چی نگید. اگه تو هم میای میگی تو این، تو با اون آخون هیچ فرقی نمیکنه، تو با اون بسیج هیچ فرقی نمیکنه، تو با اون مسلمان افراطی هیچ فرقی نمیکنه،
تموم شد دارم. هی هم نیاد به من کس شعر بگی، من راه هم دارم ادامه میدم. دوستتون دارم، جانم فدای ایران، امیدوارم یه روزی که سرتون به سنگ بخوره آزادانه زندگی کنید. من امیدوارم که دین اسلام هرچه زودتر شرش از مملکت من کم کنه و بره همه آزادانه مثل مسیحی ها دین محبت و عشق با هم دیگه زندگی کنن. مشتی هستید فعلا.